سلام بچه ها، چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. توی این ویدیو میخواییم ناویا رو با 7 تا وپن مختلف تست بکنیم روی این باسی که الان اینجا خوابیده، ولی خب میخواییم بیدارش بکنیم. بریم سراغ بیلد کاراکترها که در طول کل این تست ثابته و فقط وپن ناویا تغییر میکنه. برای چلنج اول از پروتوتایپ آرکیک استفاده میکنیم و ست نایت تایم ویسپرز که مال خود ناویا و مین استات هم اتک پرسنت، جیو دمیج بونوس و کریت ریت هستن. کانستلیشن هم نداره و اسکیلش اکراون شده با کریت ریشو 56 به 172. یه نگاهی هم خیلی سریع به بیلد بقیه کاراکترها میندازیم. هم تیمی های ناویا بنت، ژیلونن و فورینا هستن. در حال حاضر یکی از بهترین تیم های ناویا حساب میشه. بریم که اولین تستمون با وپن پروتوتاپ آرکیک شروع کنیم. این گلوله هایی که کنار ناویا میبینید برای اسکیلش هستن که تا 6 تا استک میتونه ناویا بگیره و باعث میشه که اسکیلش دمیج بیشتری بزنه. داخل همه تستا ناویا 6 تا استک رو داره. اوکی، اسکیل دوم کریت نکرد، ولی خب توی اسکیل اول که برای ما مهم بود تونست 289 کی بزنه. میریم سراغ وپن دوم، بلک کلیف اسلشر. با این وپن تونست 323 کی بزنه، اما خب چندین بار تلاش کردم تا بالاخره کریت زد. وپن بعدی لاکچری استی لورد یا همون ماهی. فکر میکردم بیشتر بزنه، ولی خب 228 کی هم بد نیست. بریم سراغ مگا مجی که بعد از تموم کردن یکی از کوستای فانتوم میتونید بگیرید. ۲۹۳ کی برای وپن F2P واقعا عالیه. وپن بعدی وپن آکومارا. بریم که وولز گریوستون رو هم تست کنیم. تونست با یه هیت اسکیل 300 کی بزنه، ولی در کل به نظرم عمل کردش از بلک کلیف اسلشر بهتره. اما میرون سراغ وپن خود ناویا، وردیکت. همونطور که انتظار داشتیم بیشترین دمیج تونست بزنه، ولی خب اختلافش با بهترین وپن F2P که مگا ماجیک بود تقریبا 40 کی بیشتر نیست. این هم یه خلاصه ای از عملکردی که تمام وپنا داشتن. مرسی که این ویدیو رو تا آخر دیدی. لایک و ساب فراموش نشه. حتما نظرتو داخل کامنت ها برام بنویس. توی ویدیوهای بعدی میبینمت.